به راستی چه شده است که نان خورشیدی شده است که طلوعش خود عیدیست برای مردم؟ بله، حکومت حکومت ولایت فقیه قارتگر است و سال نو از راه رسیده و سفره‌های بسیاری از هموطنان خالی است. سفره‌های بسیاری هم در خیابان‌ها انداخته می‌شود. مثل کودکان که خیابانی شدند، سفره‌ها هم خیابانی شدند. سفره خالی اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز. سفره خالی اعتراضی بازنشستگان نیشکر هفت‌تپه. سفره خالی اعتراضی کارگران کنتورسازی قزوین. کارگران کنتورسازی قزوین 15 اسفند 96 در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق خود مقابل استانداری رژیم سفره خالی پهن کردند. اینها یک سفره نیست. هر کدام از این سفره‌های طولانی نمایانگر صدها سفره نوروزی خالی در خانه‌های کارگران و محرومان کشورمون است. تصور کنید دور آن سفره چه کسانی نشستند. دخترکان و پسران و کودکان محروم که چشم به راه لباس نو، شیرینی، میوه و غذا و بوی عید و عیدی بودند، اما با چشمان پر از شرم پدر روبرویند. بله، سالهاست که در این ایام مادرها و پدرها شرمنده کودکان و خانواده خود می شوند و برای دریافت حق قانونی خود دست به اعتراض و اعتصاب می زنند. این موضوعی است که روزنامه‌های حکومتی با صراحت به آن اعتراف می کنند. روزنامه ابتکار 22 اسفند 96 می نویسد: وقتی فقر نوروز را می بلعد، حال و هوای دهک های پایین تر جامعه در روزهای پایانی سال 96 چگونه است؟ لباس های فاخر و نو، میوه های درشت رنگ و رنگ، اسکناس های تا نخورده، سفر، اگر اینها را بشنوید یاد چه چیزی می افتید؟ احتمالاً پاسخ شما نوروز است. خیلی از خانواده ها هیچ برنامه‌ای برای سال نو ندارند. نه از خرید لباس خبری است، نه از خرید آجیل و شیرینی. افرادی که تنها به خانه تکانی سال جدید قناعت می کنند تا شاید این گونه کمی از جرعه هوای نوبهار سرمست شوند. هرچند که سفرهشان هر سال تنگتر و تنگتر شده و کودکانشان در حسرت یک جفت کتانی نو هستند. سایت حکومتی عصر ایران قیمت یک سفره فقیرانی 7 سین را چنین ارزیابی می کند: برای یک سفره 7 سین باید حداقل 60,000 تومان و حداکثر 1,000,000 تومان هزینه کرد که این رقم برای خانوارهای دهک‌های پایین در نظر گرفته شده، زیرا با چرخی در خیابان‌های بالای شهر هزینه پهن کردن یک سفره 7 سین حتی به 5,000,000 تومان هم میرسد. با این وصف ببینید کدام خانواده محروم توان تأمین مخارج این سفره را دارد. و جالبتر این است که این بحث هر ساله روزنامه‌های این رژیم است. نمونه پارسال را ببینید، درست عین امسال خبر از کوچکتر شدن سفره‌ها می‌دهند.
ولی به جای فکری به حال این مشکلات، بیشتر سفره غارتگران بزرگتر می شود. تنها به یک مورد بسیار کوچک نگاه کنید که نشانگر تفاوت عظیم حکومتی ها با مردم است. ببینید یک ملا به خاطر دو وعده نماز جماعت خواندن چه حقوقی گرفته است. 4,600,000 تومان به خاطر دو وعده نماز. این است که فریاد کارگران همواره بلند است که زندگی کارگر روی هواست امروز. تظاهرات کارگران مظلوم هبکو یعراک در 16 بهمن با شعار عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز. عزا عزاست، زندگی کارگر روی هواست. و دمادم اعتصاب پشت اعتصاب و اعتراض پشت اعتراض صورت می‌گیرد. اما پاسخ رژیم آخوندی چیزی جز گرانتر کردن کالاها و بیشتر عقب انداختن حقوقها و افزایش غارتگری و حمایت از چپاولگران که ایادی خود رژیم هستند همراه با سرکوب و تهدید مردم محروم نیست. به همین دلیل پاسخ مردم تبدیل می شود به قیام علیه ستم برای تغییر این نظام، تا آن نوروز و عید واقعی برسد که خورشید نان طلوع کند.